بعض مواقع شفاعت فقط نزد خدا نیست. اوکی؟ دوست تو دوچار جنگ روحانی شده، به نام عیسی مسیح تو رو زیر پوشش خون مسیح میارم، تو فرزند خدایی، باشه که به نام مسیح دوست خدا بشی و نه تو شریری، نه خواهی بود، نه هستی. آمین. ولی فرض میگیریم نقش منفی هم همیشه باید باشه که نقش مثبت خودش نشون بده دیگه. اتفاقا نقش منفی سخت‌تره تا نقش مثبت، درسته؟ چون به هر حال معمولا هر کسی بازی نمی‌کنه، درآمد پولش هم بیشتره. خدا تو رو برکت بده برای نقشی که می‌خوای بازی کنی. اوکی؟ اوکی. فرض می‌گیری این شریره، خب رفته یقه اینو بگیر. شفاعت می‌بینه که اوکی، دوست تو توی جنگیه، توی فشاریه، روی ایمانش، روی زندگیش، روی خانواده‌اش شیطان داره میکوبه، داره میکوبه، داره میکوبه. وقتی می‌خوای شفاعت کنی، می‌بینی چیکار می‌کنی؟ می‌بینی وسط می‌ایسی، به نام عیسی مسیح برو کنار. تو حقی نداری به دوست من. این فرزند خداست. حواست باشه. تو حقی رو نداری. به نام مسیح، صلیب مسیح رو بین این دوستم و تو قرار میدم. به تو اجازه نمیدم تو دوستی من و دوست من دخالت کنی. اجازه نمیدم زندگیشو بپاشونی. اجازه نمیدم جسمشو آسیب بزنی. تو هیچ حقی در زندگی دوست من نداری. آمین. آمین. این یعنی شفاعت. این یعنی شفاعت. و وقتی خدا میبینه، به نام عیسی مسیح، خدا داره میبینه که یه نفر اینجا ایستاده با غیرت داره برای بچه او دعا میکنه و بچه او رو از اسارت داره میکشه بیرون، خب هرچی که لازمه، خداوند به نام عیسی مسیح بیا پایین، بیا پایین، بیا این وسط قرار بگیر. خداوند با تمامی قدرتش با فرشتگانش اینجا حاضر میشه. آمین. که اینو دور بکنه. کلام خدا شمشیره. آمین. آمین. و مطابق با این شمشیر باید جنگ کرد. و تو هیچ حقی نداری رو دوست من. باید بایستی. این دعا قدرت داره و کلام خدا میگه به اشاره انگشت تو شیطان باید دور بشه. آمین. آمین. یعنی چی؟ یعنی کلام خدا قدرت داره، شمشیر خدا قدرت داره که دور بکنی وقتی دوستت توی جنگ قرار گرفته.